نام خدا. ما اهل تسلیت و تعزیت مجازی نیستیم، هم دردی بیهوده نوازی هم بلد نیستیم. آنچه میگوییم عمل میکنیم. شیر مردان، شیر زن، مادران داغدار بلوچ، این قول برادر درد کشیده یادتان بماند. سال 1400 در یکی از فصل‌ها انتقام عزیزانتان را از رهبر حرامی و سپاه داعشی نظام اسلامی خواهیم گرفت. اکنون ستمی که بر مردم بلوچستان و کردستان و خوزستان و غیره می شود را می دانیم. فکر نکنی سکوت کردیم، ما بی معرفت نیستیم، می توانیم همین حالا قیام کنیم. اما آسان پرپر می شویم، شما که این را نمی خواهید. قیام که قدرت مجازی و قدرت خواهی نیست. جان مردمی که بر ما اعتماد کرده ان را نمی توانم با هیجان به خطر اندازم. چند پس هم صبور باشید تا با قدرت قیامت کنید. مردم ایران غیر قیام سپید به فراخانی اعتماد ندارند. خودتان می بینید این اعتماد را با پیروزی جبران می کنیم. کاری می کنیم که کاتبان و کاشفان عالم در کتاب ها مکتوب کنند. اما نیم قرن قبل درنده ترین گله دنیا وارد ایران شد. مردم دردمند به ناچار خوش آمد بوی این گله شد. رئیس گله ها با ورودش دستور دریدن داد و این جنایت را عدالت خواند و دادخواهان را خواباند و خلق را خواباند. لاشخورها داوطلب بگشتند تا به این گله خونی بپیوندند، زنجیر بردگی بر گردن خود و فرزندان ببندند. جاهلان شاد از جهل مقتدایشان، همانانی که دیروز بی تفاوت به ریختن خون هم نوعشان امروز رنگ زدن به رسوایی دیروزشان. بی سویه ها و ترسوها نپیوستن نگسستن، یا گریختن یا سکوتیدن. عده‌ای بیدار بشدن اما دیر شدن، یا در بند شدند و بدار یا در تروری وادار. امروز گله به جنونی رسیده که مردم جای خود حتی به برده هایش ره ندارد. به یک پلک زدن زنده خون میریزد و خون میریزد. این معدود درندگان ملعون در برابر مردم یک به هزارند. میپرسی پس چرا بیرون نمیرانیدشان؟ دلیلش ترس است؟ نه خیر، ایرانیان دلاورترین و دلیرترین دنیایند. مردم من سالهاست در باطلاق بیاعتمادی فرو رفتند. به هر خشکید شاخه کنار باطلاق تکیه زدن، شاخه بشکست و بدتر غرق شدند و پرپر شدند. از بی برنامگی دلالان هیجان زده سیاسی با سخن مقاومت کنید در مقابل گله مسلح، تا چان زنان بیکاره بد کردن با ما. هم دیروز هم حالا با هول و حول حراج زدن به جان ما. آری عزیزم، این است دلیل سکوت ما. مردم نمی ترسن. هرگز نترسیدن. مردم بی اعتمادن. مردم بی کسند. بارها این تناب پوسیده و شاخه های شکسته نه تنها کمک ما نبود، بدتر در باطلاق قاتلین غرق ما کرد، داغدار ما کرد. اما هنوز امیدی در قلب ها زنده است. خدا خواست و قیام سپید و سرداران جوانش بیامد. با آمدنشان اعتمادها را حماسه باران دادند. در حجمه کاهلان اما و اگر غیرتها شکوفه زدند. دنیا بداند که دانایان می دانند ما خشکید شاخه نیستیم تا با اشاره ها بشکنیم. ما مرد و زن نبردی، هر کدام خود درختی تنومندی. ای مردم، ما تا آخرش ایستاده ایم و تنها برای شما خم شده. دستانتان را بگذارید بر شاخه ها و شانه ها و تنه قدرتمند قیام سپید. از این باطلاق ظلم و ذلت برخیزید تا هر ناکسی پایش را بر کمرتان نگذارد. ما مردمی قدرتمندتر از مردم وجود ندارد. سال 1414 هر ماه بیایی بی شما شویم تا شاهد حماسه من و سرداران قیام سپید باشید. حماسه ما نوزادان در گهواره را به شوق می‌آورد. حضور آسانش با شما، نبرد سختش با ما. 14 هر ماه منتظرتان هستم با غیرتان. زنده باد ایران، زنده باد قیام سپید، زنده باد سرداران قیام سپید.
ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.